الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلغ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در جریان مسائل اخلاقی به این نتیجه رسیدیم تنها موجودی که میتواند اون صلاحیت را احراز کند همین انسان است، زیرا موجودات دیگر یا نیمه اول راه را می روند و می مانند یا اهل نیمه دوم راهند و در نیمه اول حضور ندارند. اون که جامع است، جامع و کریم است، همه این مراحل را داراست، انسانه. اونهایی که در بخش جماد و نبات و حیوانند اینا تو نیمه اول راهند تا مرز وهم و خیال رشد میکنند. اونا که جزء فرشتگان الهیان تو بخش دومند، تو بخش جماد و نبات و حیوان حضور ندارند. تنها موجودی که میتواند مظهر همه اسماء الهی باشد، از صفر شروع بکند تا به دنا و دلا برسد، از خاک شروع بکند تا به مقام عرش الهی برسد، همین انسان است. شما ببینید در هیچ جای قرآن خدای سبحان به فرشته و امثال فرشته خطاب نکرده، نفرمود یا ایها الملک انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی، برای اینکه او از نیمه اول محروم است. فقط درباره انسان است که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. این است که از همه مصنوع شروع میکنه، از تین و تراب شروع میکنه، همه مراحل جماد و نبات حیوان را با جهاد و اجتهاد پشت سر میگذارد، از حد فرشته ها بار دیگر از ملک پران و قربان شود، مقربتر می شود تا به لقاء الله بار یابد و خدا هم امضا کرده فرمود انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. برای همچه موجودی وقتی به مقام بالای عرشی رسید میشه قلب المؤمن عرش الرحمن. شما با بعض از کتابهای عمیق عقلی آشنایی، در اونجا نوشته حکمت العرشیه، هر مطلب علمی به دقیق را نمیگفتن عرشی، گرچه بین متأخران کم کم رواج پیدا کرده مطلبهای عمیق رو میگن حکمت عرشی، ولی سابق رسم این نبود که هر مطلب دقیق رو بگن عرشی، اون مطلبی که نوآوری خود انسان باشد به خدای سبحان به قلب او القا کرده باشد. چون قلب المؤمن عرش الرحمن است، از اون مطلب دقیق به عنوان مطلب عرشی به حکمت عرشی یاد می کردن. این طور نبود که مطلب عقلی و دقیق دیگران را اگر کسی یاد بگیرد بگد این مطلب عرشی است. خب پس انسان میتواند قلبی پیدا کند که عرش الرحمن باشد و اگر مطلب تازه‌ای در اون قلب القا شده است بشود حکمت عرشی. برای همچه موجودی دشمن سوگند یاد کرده است که فن اخلاق برای این است که انسان اون دشمن را بشناسد و با اون جهاد کند، حالا یا جهاد اصغر است یا جهاد اوسط است یا جهاد اکبر، به هر وسیله است. انسان تا زنده است در حال جهاده. دشمنهای انسان دو قسمند، یا انسان با اونها مبارزه میکند، اونها از پا در میاره، یا با اونها کنار میاد صلح میکند، بالاخره چیزی به اونها میدهد، به اونها دست از دشمنی برمیدارد. بشر اگر دشمن کسی شد اینطور،
مار و عقرب همینطورن، گرگ و گراز و ببر و یوزپلنگ اینا همینطورن. اینا بالاخره یا انسان با اونها درگیر میشه، مبارزه میکنه، اونها از پادر میاره، یا چیزی به اونها میده از شر اونها نجات پیدا میکنه. تنها دشمنی که به هیچ وجه ممکن نیست صلح بپذیره و کنار نمیاد همین شیطان است. شیطان برده میطلبد و اسیر میخواهد و دیگر هیچ. یک قدم انسان با او کنار بیاید، به میل او رفتار بکند، او چند قدم جلوتر میآید و سواری میخواهد. این آیه سوره مبارکه اسراء که گفت لأحتنکن، با سوگند قبلی که به عزتک لأغوینهم اجمعین، بعد هم گفت لأحتنکن، قبلا مراد فرمودید احتنکه که باب افتعال.